خب آقا اومدیم با آموزش بعدی امروز میخوایم حرکت اسلپ رو بهتون یاد بدیم حرکتی که بچه ها فوق العاده اصلا تو مخ خودتون نرید نمیتونم چون از روپایی هم راحت و پیش نیازی هم نداره آقا اسلپ واسه چی استفاده میشه بچه ها یه حرکت فوق العاده فوق کاربردی در ورزش فری استایل فوتبال یعنی شما تو سطح جهانی هم نگاه کنی طرف داره اسلپ میزنه ولی مثلا منتهی انقدر ساده نه مثلا اسلپ میزنه با یک کلیپر ترکیبش میکنه پس حرکتیه که اگه مثلا بردم بخوای فری استایل ادامه بدی از حرکت های بیسیک از حرکت های مادر ورزش فری استایل فوتبال هستش گوشه جان بسپورت بذار یاد بگیری راحت آقا مرحله یه اول توپ کامل میذاری روی زمین دو تا برآمدگی توی مچ پامون هست نا کن این دوتا استخون دقیقا مرکز توپ یعنی اینجا اینجا میشه مرکز توپ با مرگ با اون دوتا استخونا مرکز توپ رو قفل میکنین آقا الان مرکز توپ قفل شد حالا آقای تاجی شما پاراستی اسلپو میخوای با پای راست اجرا کنی بله پس وقتی من میخوام اسلپو با پای راست اجرا کنم پای چپ تا آخر حرکت ثابته مراحل چیه برو بریم گوش کن با روی پایی که قرار اسلپ بزنی تو میاری بغل اون پایی که ثابت رو زمینه با روی پایی که قرار اسلب بزنم تو میارم بغل پایی که کامل روی زمینه نه آخو منو حالا چرا من انقدر تاکید میکنم بغل پا مثلا من میبینم بعضی بچه ها تا اینجا میارن این میشه پشت پا عزیز من بغل پا کامل میاری اینجا و بر میگردیم چه زمانی مهر تاییدیه مرحله اولو زدی که تو پا بگیری بین پاد بگی من میخوام ده پا پشت هم برم یک دو سه چهار پنج شیش ده بار بتونی راحت پشت هم بزنی آقا قلقش چیه من چجوری ده بار پشت هم بزنم فقط تو کل این مراحل توپ رو صفر بگیر توپ رو صفر بگیر فکر کن توپ هدفته دیدی مثلا تو هدف داری هدفت رو صفر میگیری مثلا من میگم که آقا من مثلا میخوام تا ماه یه پیجم مثلا بشه دیویسکا صفر میگیرمش جایی ولش نمیخونم که تو فکر کن توپ هدف اینجا صفر بگیر اینجا صفر بگیر، داری برمیگردونی صفر بگیر میای پایین هم صفر توپ رو بگیر آقا مرحله بعدی حالا میخوایم توپ رو بندازیم بالا زمانی که توپ رسید اینجا توپ رو نگاه میکنی نه منو زمانی که توپ منجا این ور نگاه نمیکنی نگاهت به توپ آقا نه این پایی که توپ رو گرفته یعنی پای راست من فقط به سمت بالا آزاد میشه پس چی شد این پای که توپ رو گرفته پای راست من فقط به سمت بالا آزاد میشه حالا زمانی که یک بار خورد زمین من 90 درجه میچرخم و توپ رو میگیرم ناکن منو میندازم بالا میخوره زمین 90 درجه میچرخم روپایی با دست ناکن منو صفر میگیرم همچنان صفر این پا رو میارم بالا میخوره زمین میچرخم میگیرم خب آقا یه سوال آقای تاجیک برای شما که شما اسلب میزنید نمیخورد زمین شما ده بار بیست بار پنجاه بار اول با زمین تمرین کن حالا یاد گرفتیم میریم بدون زمین ببین دیدی من گفتم 90 درجه میخوره زمین بعدش 90 درجه به چرخ حالا این 90 درجه بعد کجا باشه تو زمانی که شما داری توپ رو انجا میکشی بالا ناکن منو من دیگه تو آخرین وری وای نمیستم زمانی که دارم توپو میکشم بالا بدنمو میچرخونم تنها قلقش یه بار دیگه بگو چشم ناکو منو من زمانی که توپ رو میگیرم اینجا نمیذارم بخور زمین بعد 90, دقیقه 90 درجه بچرخم همزمان که دارم این رو میارم این ور خودم رو باهاش میچرخونم و به راحتی توپ رو میگیرم خب بچه حرکت اسلپ هیچ چیز دیگه ای نداره امیدوارم که کامل 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 یادش گرفته باشید فوق العاده راحت مثلا میتونی اسلب بزنی بعدش بیاری روی روپایی خیلی باحال ای تی دبلیو هم یاد گرفته باشی بعدش هم یه دونه بزنی ورزش فریسا کلا ورزش شاداب و مهیجه بریم تو آموزش بعدی